بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما امراهان شبکه جهانی هادی سال روز شهادت مظلومانه کریم اهل بیت آقای آه امام حسن مشتبه علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تسلیه درز می کنم به همین مناسبت نگاه گذرای کوتاه به زندگی آقای امام حسن مشتبه داریم دوران تولد و کودکی امام حسن مشتبه علیه السلام فرزند امام علی و حضرت زهرا سلام الله علیها که در پانزه رمضان سال سوم هجری به دنیا آمد او پنجمین خلیفه از خلفای راشدین و دومین امام شیعیان است هفت سال کودکی آن حضرت با حیات جدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همزمان بود که برجسته ترین رویداد این دوره کوتاه را میتوان واقع مباهله برشمرد در روز مباهله امام حسن مشتبه امراه با پدر، مادر و برادرش به عنوان اهل بیت پیامبر در کنار آن حضرت بود. همان جنبی به ظاهر کوچکی که آیه تدهیر در شعنشان نازل شد. فعالیت ها و نکات برجسته زندگی حضرت. الف اخلاق نیکو و رفتار عادلانه با مردم امام حسن مشتبه علیه السلام در اصل خود به حسن خلق شهره آفاق بود امام را هیچ کس هرگز در حال تنخویی و درشتگویی ندیده بود هیچگاه رفتار تبعیز آمیز و خشمالود از امام مشاهده نشده بود رفتار امام همواره با همگان به صورت همسان و اثر تواضع بود میان رفتار امام با یک فقیر بینوا و یک ثروتمند درجه اول جامعه هرگز تفاوت دیده نمیشد. در خانه امام حسن مشتبه علیه السلام که منبع سخاوت بود هیچگاه سفره فقرا از سفره صاحبان منابع ثروت جدا نشد و بر سر دسترخان امام همه زانو به زانوی هم می نشستند ب ابعاد علمی امام حسن مشتبه علیه السلام امام حسن مشتبه علیه السلام عالم ترین شخص در زمان خود بود ایشان در مسند قضاوت می نشست تدریس میکرد شاگرد تربیت می نمود از پیامبر اسلام روایت نقل می کرد و مجالس علمی ترتیب میداد نشست های علمی امام حسن در زمان خود نظیر نداشت و منبع گسترش علم بود به علت برجسته بودن ایشان در میان کسانی که مستقیم از پیامبر نقل روایت کرده اند روایت های زیادی از امام حسن مشتبه علیه السلام نقل شده است فقیهانی از اهل سنت مثل شافعی از روایات امام حسن مشتبه علیه السلام نیز در مسائل فقهی بهره جستند دوران امامت و خلافت امام حسن مشتبا در شرایط خطیر به خلافت و امامت مسلمانان رسید حضرت در آغاز امامت با سه مشکل اساسی روبرو بود نخستین مشکل معاویه بود که با سوء استفاده از بیت المال برای خود در شام حکومت سرکش پدید آورده بود دومین مشکل گروه خوارج بود این گروه متحجر مثل آتش زیر خاکستر می ماند و احتمال داشت هر آنی جامعه را با آشوب بکشد سومین مشکل یاران و لشکریان بی اراده امام بود جامعه منفعل و چند رنگ را نیز باید به این مشکل اضافه کرد دشواری های دوران خلافت وقتی امام حسن مشتبه علیه السلام به خلافت رسید جمعیت بالغ بر چهل هزار نفر با امام بیعت کردند. اما معاویه خلافت امام را نپذیرفت و سپاهی برای جنگ با حضرت آماده کرد امام نیز برای نبرد لشکری فراهم کرد ولی قبل از رویارویی فریب معاویه کارگر افتاد و انگیزه رزم را در میان لشکر امام حسن علیه السلام از بین برد در گرماگرم این جنگ روانی امام هدف سوء قصد خوارش قرار گرفت و مجروح شد در اوج این اوضاع حساس سران کوفه نیز به معاویه نامه نوشتند که می توانند امام را دست بسته به معاویه تسلیم کنند و در صورت لزوم او را بکشند شهادت امام در هشت سفر سال 50 قمری شهید شد شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام با دستیسه و توتیه معاویه صورت گرفت معاویه چندین بار تصمیم گرفته بود که با دسیس چینی امام را از بین ببرد تا زمینه جانشینی یزید پسرش را فراهم کند ولی موفق نشده بود سرانجام معاویه با مسموم کردن امام حسن مشتبه علیه السلام و شهادت ایشان به اهداف خود رسید گفته می شود که جعده همسر امام مشتبه و به تحریک معاویه حضرت را مسموم کرده بود جعده دختر اشعس بود و این وصلت با فریبکاری و دسیسه اشعس صورت گرفته بود محل دفن و قبر مبارک بنا بر نقل امام حسن مجتبی علیه السلام وصیت کرده بود که نور قبر جدش پیامبر گرامی اسلام دفن شود ولی مروان ابن حکم و ایده از بنی امیه مانع این کار شدند سرانجام پیکر ایشان در قبرستان بقیه به خاک سپرده شد امیدوارم این معلومات برای تان مفید واقع شده باشه و به بهانه این مناسبت عظیم سلامتی شما و سلامتی های امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف را از خداوند منان خواهانیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکت